سرخط تازه ترین خبرها، نقش حیاتی سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان و همچنان در پایان زخمی شدن یار محمد دوستم در نبرد با طالبان. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. بابر فرهمند در روی صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: حملات گسترده طالبان که امروز صبح بالای نیروهای ویژه قماندان یار محمد دوستم در مربوطات ولسوالی آقچه صورت گرفته بود، با جواب دندان شکن نیروهای تحت امرش دفع گردید. صحبت تلفنی که با قماندان صاحب یار محمد دوستم داشتم با تمام سربازان خود دارای صحت کامل بوده و به دشمنان کشور تلفات سنگینی را وارد کرده است. شایعاتی در مورد جراحت قماندان صاحب یار محمد دوستم در شبکه های اجتماعی دست به دست می شنود. واقعیت ندارد دوستان، مطمئن باشید. حقیقت یا شایعه است؟ این در حالی است که نقش حیاتی سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان. اشتساب کابل. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان بنابر درخواست جانب طالبان روز چهارشنبه 13 جوزا به دوحه قطر رفت تا گفتگوهای صلح را با طالبان آغاز کند. طالبان بر تداوم گفتگوها در دوحه تاکید دارند و هیچ تمایلی به برگزاری نشست استانبول ندارند. این رویکرد طالبان را دو علت میداند داشته باشد: اول، قطر نمیخواهد نقش میانجی اصلی را در منازعه افغانستان از دست بدهد، و در پی آن است که اگر قرار باشد گفتگوی صلح به نتیجه برسد، توافق آن باید در دوحه صورت گیرد. در این صورت قطر به عنوان یک میانجی موفق در حل فصل منازعات بین المللی شناخته خواهد شد و جایگاه ویژه در میان کشورهای منطقه خواهد یافت، تا نشان دهد که سیاست خارجیش برخلاف بازیگران دیگر در قبال تحولات خاورمیانه صلح آمیز و مثبت است. از جانب دیگر دوحه برای همیشه نفوذ دیپلماتی خود را در ساختار سیاسی افغانستان را تثبیت خواهد کرد. دوم، تمرکز جامعه بین المللی و تاکید حکومت افغانستان بر تصریح روند گفتگوها با طالبان مشروعیت بین المللی داد. خروج نیروهای خارجی و جنگ روانی رسانه‌های غرب در افغانستان در راستای منافع این گروه به پیش می رود و طالبان با استفاده از این فرصت تلاش دارند که از طریق افزایش خشونت‌ها قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهند. هرچند طالبان به این مصاحبه رسیده اند که دیگر مثل دهه 70 از طریق جنگ و خشونت بر مردم افغانستان سلطه یافته نمی توانند، اما به دنبال فراهم کردن شرایط زمانی دکتر نجیب الله هستند تا حکومت را وادار کنند که حاضر به یک توافق اجباری و کاملا ناعادلانه به آنها شود. به همین دلیل طالبان آگاهانه زمان میخرند تا کشور بیشتر درگیر بحران عمیق سیاسی امنیتی شود و آنها از این وضعیت سود ببرند. با تداوم این وضعیت ضرر آنچنان متوجه این گروه نمی شود و در میدان جنگ و میز مذاکره برنده خواهد بود. شرایط و موقعیت هیئت های افغانستان و طالبان. هیئت طالبان را نباید از ظاهرشان قضاوت کرد، بلکه در پشت این گروه استخبارات پاکستان و متخصصان مطالعات صلح و حل و فصل منازعات قرار دارند که مطابق تحولات داخلی و بین المللی برای هیئت طالبان دستور کار می سنجند و آنها را آموزش و مشورت می دهند. به همین دلیل است که طالبان تا کنون در میز مذاکره نسبتا خوب عمل کرده و گفتگو را زمان بر ساختند. بنابراین نباید طالبان را در میز مذاکره دست کم گرفت. جانب افغانستان اما چنین نیست. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در برابر گروهی قرار دارند که 18 ماه مذاکره نفذگیری و موفق را با قدرتمندترین کشور دنیا انجام داده است. کشوری که مبدن دانش دیپلماسی و پرورش دهنده مجربترین دیپلمات‌ها در عرصه بین المللی است.
باید در تیم‌های فنی و تکنیکی هیئت افغانستان متخصص‌ترین‌ها شامل می‌شوند و هیئت مذاکره کننده را مشورت می‌دادند. حتی پشت ورزیده‌ترین دیپلمات‌های کشورهای قدرتمند یک تیم فنی و تکنیکی کارآزموده و متخصص وجود دارد. با تأسف هنوز هم اجماع سیاسی نه در درون حکومت و نه در میان بزرگان احزاب و رهبران سیاسی افغانستان وجود ندارد که عامل مهم و تعیین کننده در میز مذاکره است. این پراگندگی و اختلاف نظر در میان اعضای هیئت مذاکره کننده نیز تصریح یافته است. حکومت افغانستان نمیتواند بدون شکل گیری اجماع سیاسی هیئت مذاکره کننده را به لحاظ سیاسی، تکنیکی و روحی تغذیه کند. این وضعیت در میز مذاکره آفت است. چرا باید سازمان ملل متحد وارد عمل شود؟ یکی از بدیهای مذاکره این است که به گروه طالبان مشروعیت سیاسی و بین المللی داد و طالبان هم از این امتیاز به خوبی بهره بردند. برای طالبان خروجی نیروهای خارجی، روابط آشکار دیپلماتیک با کشورها و گسترش قلمروش در افغانستان برد به حساب می آید و در کوتاه مدت هیچ ضرورت به دست یافتن به این توافق سیاسی پایان دادن به خشونت مسلحانه و استقرار سر در کشور نمی بینند. بنابراین حکومت و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان باید هرچه سریعتر دو گزینه را روی دست بگیرند. یک، تلاش برای دخالت مستقیم سازمان ملل متحد به عنوان میانجی اصلی و ناظر پروسه. دو، وضع محدودیت زمانی برای گفتگوها. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت کانال ما ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد.